درس ما خوش اومد. جلسه پیش اگه یادتون باشه با همدیگه دامنه تابر مرور کردیم. این جلسه میخوایم با همدیگه برد تابر رو یاد بگیم. اگه یادتون باشه جلسه پیش ما گفتیم که دامنه تابه مقادیر تمام ورودی هایی که ما میتونیم به یک تابه بدیم و خروجی های معتبر ازش بگیم. دوباره از همون مثال معروف جعبه سیاهمون استفاده میکنیم. توی این شکل میبینید که ما دوباره یه تابه F داریم که به شکل جعبه سیاه نشونش دادیم. مقادیر تمام X هایی که ما میتونیم به این تابه بدیم و خروجی معتبر ازش بگیریم رو گفتیم دامنه. حالا مجموعه تمام خروجی های معتبر این تابه که ما FX اسمش رو گذاشتیم هم میشه برد. کل خروجی های یک تابه پس میشه برد. خب میدونم که بیشتر یه تعریف غیر قابل فهمی به نظر میاد اینجوری، بخاطر همین میریم سراغ مثال تا واضح تر بفهمیم برد تابه یعنی چی. خب اولی مثالمونه که مطمئنم یادتونه، نمایش نمودار ون یک تابه بود. یادتونه جلسه پیش گفتیم مجموعه سمت چپمون، اعدادی که توی مجموعه سمت چپمون هستن دامنه تابه، ورودی های تابه همون دامنه تابه هست. حالا اگه یادتون باشه تابه میاد یه سری کارا روی این دامنه تابه انجام میده و اونو تبدیل به یه سری خروجی میکنه که توی نمودار ون تابه این خروجی ها توی مجموعه سمت راست نشون داده شدن. پس اعداد 4, 1, 0 که نشوندن که در واقع تمامی مقادیر خروجی تابه هستن برد این تابه هستن. یه چیزی خصوصیتی که نمودار ون تابه داره اینه که شما دامنه که مجموعه سمت چپ بود و برد که مجموعه سمت راست بود رو خیلی راحت میتونید تشخیص بدید. فقط ضابطه تابه رو نمیدونید چیه، ولی دامنه و برد خیلی راحت. خب ولی تابه نمایش‌های دیگه ای هم هست، نمایش‌های دیگه ای هم داره. ببخشید میریم سراغ مورد دال. مورد دال رو با هم دیگه یه نگاه کلی بهش میندازیم. مورد دال تابه رو نشون میده که اعداد 1, 2, 3, 4 رو به عنوان ورودیاش میگیره. خب و این ورودی ها رو به یه سری خروجی تبدیل میکنه. بذارید من یادآوری کوچیکم بکنم. اگه یادتون باشه نمودار افقی محور مختصاتمون نشون دهنده ورودی های تابه بود، به خاطر همین من گفتم 1, 2, 3, 4 ورودی های تابه. و نمودار عمودی و ایگرگ هامون نشون دهنده خروجی های تابه بود. خب حالا میدونم که با این توضیح خودتون الان خیلی خوب میتونید تشخیص بدید که خروجی های تابمون یا همون برد تابمون چیه. یه نگاه بکنید مقادیر ایگرک های این تابه چیه. یکی عدد 2 که به ازای ورودی 1 تولید میشه و دیگه عدد 4 که به ازای 3 ورودی مختلف 2, 3, و 4 تولید میشه. در واقع خروجی تابه به ازای این 3 ورودی 2, 3, و 4 ثابته و اونم عدد 4. پس برد تابه ما، برد تابه مورد دال فقط از 2 تا عدد تشکیل شده. یه مجموعه بود از که از 2 تا عدد تشکیل شده و اونم عدد 2 و 4. خب حالا به مورد ه نگاه کنیم. یادتونه جلسه قبل گفتیم که مورد ه تابه نیست. چرا؟ چون به ازای 2 3 تا خروجی مختلف به شما میده و تابه شرط تابه بودن اینه که شما یک ورودی بدید و یک خروجی بگیرید، نه اینکه یه ورودی بگیرید و یه ورودی بدید و دو تا خروجی بگیرید. پس چون این مورد به ازای یک ورودی 3 تا خروجی مختلف داده تابه نیستش. خب میریم سراغ مورد بعد. فرق اول از مورد واف شروع میکنیم. فرق مورد واف یه فرقی داره با مورد قبلی که بررسی کردیم و اینکه این تابه پیوسته است، از نقاط گسسته تشکیل نشده. یعنی ما فقط عدد صحیح عدد طبیعی به این تابه نداریم، بلکه تمام اعداد حقیقی ما میتونیم به عنوان ورودی به این تابه بدیم. خب حالا برد این تابه چیه؟ من یه نکته بگم، این فلش‌های سبز رنگی که میبینید نشون داده تابه، نشون میده که این تابه تا بی نهایت ادامه پیدا می‌کنه. در واقع از دو سمت این منحنی ادامه داره. خب اینم یه راهنمایی. حالا من بگید برد این تابه چیه؟ نگاه بکنید. یادتونه که گفتیم محور ایگرگ هامون نمایش دهنده برد تابه، نمایش دهنده خروجی های تابه. محور ایگرگ ها برای این تابه همونطور که میبینید از صفر شروع شده و همونطور که قبلا گفتم تا مثبت بی‌نهایت هم ادامه پیدا کنه.
این تابع هیچ خروجی منفی به شما نمیده. خروجیاش از صفر شروع میشن و تا مثبت بی‌نهایت ادامه پیدا کنه. پس من اگه بخوام برد این تابع رو به صورت ریاضی بنویسم، برد این تابع میشه تمام اعداد حقیقی به قسمی که این اعداد بزرگتر مساوی صفره. اگر من اشتباه نکنم، در توی درس ریاضیات ما با نمایش نمایش اعداد به صورت بازه آشنا شدیم. حالا من میخوام از اون دانش شما استفاده کنم و به شما بگم که چجوری میشه برد و به صورت یک بازه از اعداد نشون داد. x های بزرگتر مساوی صفر ما چجوری به صورت بازه نشون میدیم؟ بله، یه بازه یک از صفر شروع میشه و سمت چپ بسته است، یعنی خود صفرم شامل میشه و تا مثبت بی نهایت ادامه پیدا کنه. چون مثبت بی نهایت در واقع عددی نیست که بازه بتونه شاملش بشه، به خاطر همین و همیشه سر مثبت بی نهایت بازه. هیچ موقع مثبت بی نهایت بسته ما نداریم، چون مثبت بی نهایت عددی نیست که بخواد بازه شاملش بشه. خب این نمایش بازگونه برد. کلمه بازگونه هم احتمالا فقط از من میشنه. حالا بریم سراغ مورد ز. با توجه به مورد و مورد زه دیگه براتون خیلی راحت. میبینید که دوباره یه تابع پیوسته است که یه سری ورودی گرفته و یه سری خروجی داره. فرقش با مورد واف چیه؟ دیگه تا بی نهایت ادامه نداره. توی نقطه 5 تموم شده برد تابع. بزرگترین میزان خروجی تابع 5. بازم یه تابع پیوسته است، یعنی تمام اعداد حقیقی رو به عنوان ورودی میگیره و اعداد حقیقی هم بیرون میده از خودش ایجاد میکنه. ولی این اعداد حقیقی که ایجاد میکنه تابع فقط از 0 تا 5 هست. خب پس برد تابع میشه تمام اعداد حقیقی به قسمی که این اعداد حقیقی بزرگتر مساوی 0 و کوچکتر مساوی 5. ببخشید که من از خط سفید زدم بیرون و یه مقدار سخت شد خوندنش. شما یادتون باشه که سمت راست این نامساویمون 5. حالا میخواید دوباره با هم دیگه به صورت بازه نشونش بدیم؟ یه ذره فکر کنیم چجوری به صورت بازه باید نشونش بدیم. آفرین. می نویسیم برد تابع بازه بسته از 0 تا 5. دو طرفش هم بسته است، چون هم 0 رو شامل شده هم 5. مثلا اگه اون دایره سبز رنگ 5 تو خالی بود، این معنیش این بود که دیگه عدد 5 خروجی تابع نبود، یعنی تابع 5 رو تولید نمی کرد. پس 5 جز برد تابع نبود، پس بازمون سمت راستش باز می شود. به این معنی که تمام اعداد از 0 تا 5 به جز خود 5. خب با هم دیگه یه معرفی کوچیکی از برد و مرور کردیم. توی جلسات بعد با هم دیگه مثال های بیشتری حل می کنیم و با مفهوم های بیشتری در مورد تابع آشنا می شیم. فعلا خداحافظ.